فلسطینی های بیت المقدس روز چهارشنبه در مسجد الاقصا برای جشن مولد النبی و یا زادروز پیامبر دین اسلام جمع شدند. مسئولان جشنواره برنامه دینی و فرهنگی را پیشکش نمودند که بخش بزرگی آن به تفریح کودکان بخشیده شده بود. ما امروز برای تجلیل زادروز پیامبر اسلام در مجتمع مسجد الاقصا گرد هم آمده ایم. این زادروز در یاد کودکان خواهد ماند. عبادت کنندگان باشد در مسجد باستانی الاقصا نماز گذاشته ترانه های دینی زمزمه کردند. الحمدلله، سرشار از خرسندی هستیم. من برای اولین بار است که زادروز پیغمبر را در مسجد الاقصا تجلیل میکنم. ما فلسطینی ها به شادی بیشتر و امکان بیان خوشحالی ما نیاز داریم. برای ما در این روزها محرومیت زیاد است. هر کس نمیتواند آمده در مسجد الاقصا این عید را جشن گیرد. بر پایه تقویم اسلامی قمری پیامبر اسلام محمد 12 ماه ربیع اول به دنیا آمده است. طول عصرها پیروان دین اسلام این زادروز را با عبادت و خواندن شعر و ترانه های دینی تجلیل میکردند. در سال 1588 خلیفه های عثمانی زادروز پیامبر را رسما عید مولد قندیل اعلان کردند. تا کنون در اکثر کشورهای اسلامی به استثنای عربستان سعودی و قطر زادروز پیامبر رسما روز استراحت است. جای یادآوری است که بعضی از پیروان اسلام به مانند وهابیان، دیوبندیان و رویه های دیگر تندگرا زادروز پیامبر دین اسلام را جشن نمی گیرند و آن را بدعت یا خود رویداد اختراع شده ارزیابی می کنند.